اگه یه اتفاقی برات افتاد، مهم اتفاقه نیست، مهم اینه که چطور اون حادثه در خاطر تو ثبت بشه و چطور تو به یادش بیاری. این رو من نمیگم، فیلم این هفته میگه. آپارات رو ببینیم. سلام، خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. حسن سرخجو هستم. گاهی اتفاقایی توی زندگی آدم میفته که در یک لحظه همه مسیر زندگی آدم را تغییر میده. اتفاقایی از جنس زیرو رو شدن. قهرمان فیلم این هفته ما یکی از اون اتفاقها براش افتاده و زندگیش زیرو رو شده. حمله پلیس و نیروهای بسیجی به مهمونی‌های خصوصی مردم در ایران در این سالها اتفاق رایجی بوده. روزگاری شکل حملات البته خیلی خشن‌تر بود و اتفاقهایی دلخراش می‌افتاد، از مرگ گرفته تا صدمات جانی و روحی برای مهمون‌هایی که دور هم جمع شده بودند تا لحظاتی رو با هم باشن. افشین ناقونی، نقاش شناخته شده یه ساکن لندن، یکی از اون جوون‌ها بوده. فیلم آوت آف فوکوس یا ناوازه تصویری هست از زندگی او 17 سال پس از ماجرای حضورش در یه مهمونی ساده. نوازه ساخته شهریار سیامی مستنساز هست. آقای سیامی فیلمسازی رو از سال 70 از انجمن سینمای جوانان در زاهدان شروع کرده و در طول این سالها با تلویزیون ایران و همینطور بعد از اون با بی بی سی به عنوان گزارشگر، تدوینگر و برنامه ساز همکاری داشته. در این حال چند فیلم مستند هم در داخل و خارج از ایران در طول این سال ساخته و با فیلمهاش در جشنواره‌های مختلف برنده جوایزی شده. فیلم نوازه اولین مستند نیمه بلند اوست. برای صحبت در مورد فیلم نوازه و شخصیت منحصر به فرد افشین ناونی از سه میهمان دعوت کردیم که در برنامه این هفته با ما باشن. افشین ناونی شخصیت اصلی فیلم نوازه و شهریار سیامی کارگردان این فیلم با ما هستن تا بیشتر درباره فیلم بدونیم و همینطور فریده اسماعیل پور پژوهشگر فیلم و فیلمساز هم از پاریس به ما پیوسته تا بیشتر بتونیم به فیلم و نشانه هاش بپردازیم. خوش اومد میگم به همگی. به اتفاق میهمانان برنامه فیلم نوازه ساخته شهریار سیامی رو ببینیم و درباره افشین ناقونی و ماجرای اون شب به خصوص بیشتر آشنا بشیم. ببینیم فیلم رو. I hate cobbles. I love you. That's better. سری میان دست تو بریده، نگاه من به ساعت پکیده و شعرهای غمگین و آسی و گرگ خسته کس تفنگ نترسیده. به شبه های من، به اصل هستی، به بغض بی کسید وقت مستی و حسرت تو را ابو کشیدن و عمق فاجعه تو را ندیدن. رگی که سرنوشتش انسداد است و جرم تو که داد پیش باد است. همیشه انتهای قصه تلخ است و شاعری که حکمش ارتداد است و شاعری که حکمش ارتداد است. خدای خوب خواب تو کتابم، منی خشک روی تخت خوابم. خدای خوب خشم و قتل و فتفا و گریه های من به شعر یغما. بگو چگونه ما وا ندادیم، بگو که مردیم و ایستادیم، بگو که مردیم.
اتوفوکوس یا نوازه رو دیدیم، ساخته شهریار سیامی، درباره زندگی افشین ناقونی، نقاش ساکن لندن، مستندی از یک شخصیت که حالا چون هم شخصیت اصلی فیلم افشین ناقونی و هم فیلمسازش شهریار سیامی مهمون برنامه اون هستن چیزی نمیگیم تا بیشتر از خودشون بشنویم. فرید اسماعیل پور پژوهشگر فیلم و فیلمساز هم از پاریس با ما هست تا کمک کنه به یافتن زوایای کشف نشده ای از این فیلم. گفتگو رو با سازنده فیلم شروع میکنیم. آقای سیامی، چطور شد که اصولاً رفتید سراغ یک همچین موضوعی؟ حقیقتش داستان اولین بار فرناز قاضی‌زاده همکارمون گفت به من و برای من خب طبیعتاً مثل بیشتر ایرانی‌ها اون بخشش جذاب بود که اون حادثه برای افشین افتاده بود. بعد کارهای افشین نشون داد که البته اون موقع یه مقدارم سبکش فرق میکرد، کلاژای بیشتری داشت. خیلی برای من حیرت آور بود این سبک کلاژای ریزی که استفاده کرد، کارها خیلی منو جذب کرد. بعد که وارد داستان شدیم که با افشین آشنا شدم و مراحل فیلم ادای اینا، یک چیز دیگه منو جذب کرد و یه لایه دیگه بود از داستان، اونم شخصیت خود افشین و زندگیش و مهاجرتش و اینا خیلی برام جذاب‌تر شد. و اینطوری بود که رفتی سراغ فیلم و فیلم رو ساختی. بذاریم از افشین خودش بپرسیم. افشین جون، حالا سالها از ساخت این فیلم گذشته، فکر کنم 7-8 سالی گذشته، الان که دور شدیم از فیلم، فیلم رو چقدر هنوز به خود نزدیک میبینی؟ خب من خیلی فیلم حس میکنم که خودم خیلی فرق کردم نسبت به 5-6 سال گذشته، ولی به اون آدمی که اون موقع بودم، به اون شخصیتی که اون موقع بود، حس میکنم خب خیلی نزدیک بود. من خودم کلن فیلم خیلی دوست دارم. آقای اسماعیل پور، ما الان یک مستند بینیم درباره یه شخصیت، حالا میتونه یه پورتره باشه به تعبیری و در این حال میتونه نباشه. چه جور فیلمیه این فیلم به لحاظ ساختاری؟ من فکر میکنم که فیلم نوازه یک مستند پورتره است، دقیقا همونطور که گفتید مستندی درباره شخصیت و به طور مشخص مستندی هست درباره یک نقاش. مثلا این نقطه مثبت فیلم هست و نقطه قوتشه، به خاطر اینکه فیلم میتونسته بلغزه و در دامی بیفته که خیلی میتونسته به ضرر فیلم و مخاطب باشه، اینکه به یک سوگواره تبدیل بشه و درباره قربانی ساخته بشه. به نظر من این فیلم همچین فیلمی نیست، مشخصا یک پورتره است درباره یک نقاش، یک نقاش موفقه و مهمتر از همه اینکه یک سوگواره نیست. به نظر من این نقطه مثبت فیلمه. آیه سیامی، برگردیم به شما. تو این فیلم با بچه‌های یا سویه‌های مختلفی از یه شخصیت روبرو هستیم. اولش ما در حقیقت یه کسی رو می‌بینیم که با ویلچر هست و با مشکلات آدمی که روی ویلچر هست آشنا میشیم. بعد میریم با یک آدمی آشنا میشیم که یک شخصیت مهاجر هست، از یک جایی به یک جای دیگه مهاجرت کرده و اومده، و بعد میریم سراغ روایت حادثه‌ای که منجر به این اتفاق یا این سفر براش شده، این جابجایی براش شده و اون به صورت مشخص و کاملا گسترده پرداخته میشه بهش توی فیلم، و در بخش نهایی هم میریم سراغ اهمیت هنری این آدم و یا این نقاشی ها. به عبارت دیگه فیلم انگار یه اپیزودهای مجزایی هست درباره آدم‌های مختلف. چقدر این ساختار از اولش برای خودت روشن بود یا اینجوری میدیدی کار رو؟ حقیقتش رو بخواین، ابتدای کار خب اون حادثه خیلی منو جذب کرده بود، ولی بعد که من با افشین آشنا شدم حدود 2-3 ماه طول کشید من افشین راضی کنم که این فیلمو بسازم. این یه رابطه خوب آشنایی با ما درست کرد و ما یه نوعی رفیق شدیم و تونستیم با هم در این مورد مشورت کنیم. بعد من کم کم حس کردم، چون افشین اصرار داشت که وجه هنرمند بودنش مهمتره، طبیعی همه هنرمندا دوست دارن اون وجه هنری خودشون رو به هر حال نشون بدن، و من کم کم متوجه شدم که ببینید اون چیزی که افشین رو برای من جذاب میکنه نه فقط اون وجه هنری و اون داستانه، بلکه این ماجرای مهاجرتش و اینکه دوباره به زندگی برمیگرده و زندگیش این به این صورت میشه برای من جذاب تر بود. ما یه کلیشه‌ای داریم میگیم هنرمندا که مهاجرت میکنن افول میکنن، در مورد افشین دقیقاً برعکس بود و این مهاجرت افشین، وارد شدن به یک دنیای جدید، وارد شدن به یک زندگی جدید و نشون دادن توانایی‌هاش بود، با اینکه این محدودیت ویلچر رو داشت، ولی اون راهی که آرزویی که داشت رو به راحتی طی کرد. این خیلی برای من جذاب بود. همچنین به راحتی هم نه،
خب طبیعتا دیگه، حالا فکر کنم تو فیلم هم مشخصه که این چه مراحل سختی رو گذرونده تا به این مرحله رسیده. و این در حقیقت به طور مشخص فیلمساز به نظر میاد حالا تو سمتی که خودش تو فاصل در پروسه ساخت این فیلم هنوز انتخاب نهاییشو انجام نداده بوده که کدوم بخش براش مهمتره یا میخواد درباره کدوم تکه از یک زندگی یا یک آدم فیلم رو بسازه، که این به تعبیری خب یک تجربه مدام برای خودت بوده و این تجربه رو به تصویر کشیدی. حالا بعد میریم قبلاً خواهم پرسید که خب چطوری الان بهش فکر میکنی اگه بودی، ولی بذارید برگردیم به خود افشین. افشین جون، با کدوم بخش از این شخصیتی که ما میدیدیم یا کدوم قسمت از فیلم احساس نزدیکی بیشتری میکنی، فکر میکنی که آها این قسمت فیلم به من نزدیکتر هست یا اون تصویر واقعی تری هست از اون منی که توی ذهن خودم دارم؟ من فیلم به طور کلی نگاه میکنم، به طور کلی حس میکنم خب شخصیتی که تو اون مقطع از زمان داشتم به اون آدمی که اون موقع بودم خب خیلی نزدیکه، ولی قسمتش که من دوست دارم که روش تمرکز شده و دوست داشتم که بیشتر بهش پرداخته بشه، همون شعرم هم گفت قسمت هنری و کار هنری بود. یعنی اون حادثه‌ای که تو ایران اتفاق افتاده، اون برنامه‌ای که اون شب پیش اومده بود، یه چیزی بود که گذشته تموم شده رفته برای من، میدونی الان منه که برام مهمه، اون اتفاقی که الان داره میفته و اون آدمی که الان هستم و کارهایی که الان دارم میکنم، دوست داشتم به اونو بیشتر پرداخته بشه. ولی در کل خب میگم خیلی نزدیک هست به اون آدمی که هستم. خیلی اتفاق مهمی به هر حال بوده، یک سقوط از ارتفاع 7 طبقه ای و موندن بعد از اون و همین ها. به نظر نمیاد خودت هم توی فیلم علاقه ای داری به اون ماجرا، درباره اون ماجرا صحبت بکنی و اینها، و اصولا هم تو طول این سالها صحبتی نکردی این طرف اون طرف راجع به اون حادثه، با وجودی که میتونست محملی باشه یا بستری باشه برای اینکه به تو یک نگاه دیگه ای بشه، ولی اصولا هرگز خودت هم این علاقه رو نشون ندادی. چرا؟ من از قصد سکوت کردم راجع به قضیه، بخاطر اینکه من موقعی که از ایران اومدم بیرون و وارد بریتانیا شدم تازه شروع راهم بود به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک نقاش، و میخواستم اگر که شناخته میشم در آینده، اگر که اسم مردم میشنون به خاطر کارم باشه، به خاطر هنرم باشه، به خاطر نقاشیم باشه، اگر من میمدم از همون اول با هر کس که میمدم مصاحبه میکردم راجع به قضیه صحبت میکردم و سرصدا میشد میکردم راجبش و اینها، این دیگه همیشه با من میموند. اولین چیزی که مخاطب راجب افشین ناگونی میدونست این بود که اون همون طرفی که از اون بالا افتاده اون شب تو اون مهمونی و این داستان، و من نمیخواستم اینطور باشه. من خواستم که اون هنرمند مادر من زیر سایه این جریان قرار نگیره، که البته خب خیلی مثل آقای سیامی نظر موافقی با این قضیه ندارن، ولی میگن که من بعد حس میکنم که من بهتر بود شاید من از همون از اول راجبش صحبت میکردم، ولی ترجیحم این بود که این کارو نکنم. و این اتفاق هم افتاده دیگه، توی محافل هنری لندن، تو همه جاها، قبل از اینکه بدونن که تو آدمی هستی که در ایران از یک ارتفاعی سقوط کردی و منجر به این اتفاق برات شده، تو رو به عنوان یک آرتیست میشناسن و کارهات همه جا شناخته شده هست. الان تو محافل فرهنگی دربارهش صحبت میشه، جایگاه خودش رو پیدا کرده. همین هم در سال 2012-2013 که ما شروع کردیم به فیلم سازی، ما به مقطع به معروف کاریم رسیده بودم و دیگه چندان اهمیتی نداشت که راجع به قضیه صحبت بشه یا نشه. اون احساس آرامش رو میکردم به عنوان یک آرتیست، که من جای خودم به عنوان آرتیست دیگه الان پیدا کردم و دیگه تحت شعاع اون قضیه قرار نخواهد گرفت. چقدر مهمه این ماجرا، این که به عنوان در حقیقت از اتفاقی که برات افتاده به عنوان بستری برای مطرح شدن استفاده نکنی و از اون چیزی که در درونت هست و هنرت هست بخوای رزق و روزی به دست بیاری یا به هر حال مطرح بشی با اون، که خب یه هنرمند واقعی هم همینطوری هست. آقای اسماعیل پور، اشاره کردی به این که فیلم سوگواری برای یک قربانی نشده، چگونه فیلمساز موفق شده که این کارو بکنه؟
ببینید قبل از اون من میخوام بگم که وقتی یک مستند پورتره میسازیم، یکی از مسائلی که خیلی مهم هست برای انتخاب موضوع جذابیت اون موضوع و فرد چون شخصیت هست، خیلی کمک میکنه که این مستند جذاب بشه. اتفاقی برای این فیلم افتاده خوشبختانه این که این فیلم سوگوار نشده، یه مقداریش یه بخشیش مشخصا از خود شخصیت افشین میاد و بخش دیگرش مدیون فیلم سازه. اون بخشی که از شخصیت نقاش آقای ناگونی میاد به خاطر این سوگوار نشده، به خاطر اینکه خود آقای ناگونی خود نقاش باور نداره که این یک سوگه تو زندگیش، در اصل تسلیم نشده و چون تسلیم نشده قربانی نیست، قربانی نمونده، شاید روزگاری بوده و دیگه قربانی نمونده. چون قربانی نمونده ما زندگی، حیات و پیشرفت تو زندگیش میبینیم. از همه فیلمساز سعی کرده واقعا انگوش بذاره روی این مسئله، حالا اگر با مشورت خود آقای ناگونی بوده یا نه، ولی فیلمساز سعی کرده که اون بخش هنرمند رو به ما نشون بده. حداقل این برداشتی که من دارم، شاید اگر فیلمساز دیگری بود با نگاه رقیق‌تر سعی میکرد اون مسئله سانحه‌ای که پیش اومده رو خیلی پررنگ کنه. تا اونجایی که من دیدم به عنوان مخاطبی که اولین بار این فیلم می دیدم و با این شخصت آشنا می شدم، چیزی که من می بینم یک پورتره در برای نقاشی که بله یه اتفاق براش در گذشته افتاده، ولی ما یک پورتره در برای نقاش رو می بینیم، نه پورتره در برای یک قربانی یک سانحه‌ای که حالا نقاشی می کنه. از من این نکته مهم اینجاست تو این فیلم که اون اتفاق افتاده براش. اسم فیلم رو گذاشتی ناوازه و حالا با چند تا شخصیت یا دوستانی که در اون مهمونی هم بودن صحبت می کنم، به خصوص در نیمه اول فیلم بیشتر آدم‌ها آدم‌هایی هستند به جز افشین ناگونی که میاد و جلوی فیلم و خودش رو عرضه می‌کنه و کارش رو عرضه می‌کنه، شخصیت‌های دیگه، حالا چه اون ایرانی‌هایی که در اون مهمونی بودند چه کسان دیگری که در اطراف افشین هستند، تمایلی ندارن به دیده شدن و اصولاً پشت دوربین قرار می‌گیرن یا دلشون نمی‌خواد اصلا اسمشون مطرح بشه اینا، و فیلمساز هم اتفاقاً تأکید می‌کنه، یعنی جا به جا تأکید می‌کنه به اینکه نه این دلش نمی‌خواد بیاد، این دلش نمی‌خواد بیاد، این اینجوریه، این اینجوریه. چرا روی اینها تأکید کردین آقای سیامی؟ من یه توضیح باید بدم راجع به همین اسم فیلم. وقتی اسم فیلم رو انتخاب کردیم اسم انگلیسیشو انتخاب کردیم، فکر فارسیش نبودیم. نمی‌دونم حالا شاید مخاطب اول مخاطب ایرانی مد نظرمون نبود، اسمشو گذاشتیم out of focus، یعنی اینکه تو ببین این هم معنی ناواضح میده، هم به معنی انگلیسیش به معنی چیزی که دور از دیده، یعنی از دید خارج بوده. این داستان افشین سالها گفته نشده بود و اولین بار بود افشین می‌خواست این داستان رو به جمع بگه، به همه بگه، برای همین یه داستانی بود که از دید خارج بود، برای ما اینش جذاب بود. بعد تمام کسانی که حالا اون حادثه رو داشتن تعریف کردن، هنوز اون ترس وحشت و ترس اون اتفاق تو ذهنشون بود و نمیدونستن اگر داستانو بگن باشون چه برخورد امنیتی خواهد شد و برای همین میترسیدن صورتشون نشون بدن. و ما از یه لنز خاصی که به اصطلاح جالبه که نیومدیم بعدن رو مونتاژ بکنیم، از یه لنزی استفاده کردیم که مطمئن بشن صورت اینا آتا فوکوسه، یعنی دیده نمیشه. اسم ناواضح فارسیش اولین بار یه خبرنگار رادیو فردا، اسمشو نمیگم شاید خودش نمیخواد، اون توی نمایش توی سازمان ملل در ژنو بود، ایشون حضور داشتن، میخواستم مطلب بنویسن، گفتم من اسم اینو ناواضح میذارم، نظر شما چیه؟ من گفتم خب بهتر از این شاید اسمی پیدا نشه و بعد شاید همون دور از دید، شاید دور از دید شاید جالب تر، ولی اونجا ما تصمیم گرفتیم اسم بشه ناواضح. و اینجوری شد که این افرادی هم که نمیخواستن بیان جلوی دوربین هنوز اون ترس رو داشتن و این داستان که سالها پنهان بود، این اسم رو برای ما انتخاب. وسط فیلم ما گفتیم آقا این فیلم باید همه تصاویر داره آتافوکس میشه انگار، و این شد که ما این اسم رو انتخاب کردیم. و جالب اینو بگم که فیلمم که شروع میشه با اون جمله مارکس شروع میشه، یک جورایی هم از این ماجرا اومد. ما دیدیم که به قول شما افشین فراموش کرده این داستانو، ازش گذشته، گفته آقا این افتاده گذشته بوده و من از اون استفاده میکنم برای آینده، یعنی اون منو قوی تر کنه. ولی کسانی که در حادثه بودن هنوز اون زخمو داشتن، اون تروما رو داشتن در ذهنشون، انگار کسایی بودن که اینو نمیتونستن فراموش کنن. میبینین تو فیلم شکسته میشن وقتی میگن درباره این داستان، اون غم و اندوهشون رو قشنگ نشون میدن، یعنی انگار که مهم نیست اون اتفاق چی بوده و چجوری برای تو افتاده، این مهمه که تو چجوری یک داستان رو بگی. این بخش جالب بود، برای همین فیلم هم همینطوری شروع کرد. حالا آدم های دیگه هم هستن توی فیلم که فیلمساز، به خصوص انتخاب فیلمساز بوده که بگه که اینا نمیخوان بیان جلو دوربین، مثل همسر افشین یا دستیارش که اصولاً
تو اگه گفته هم نمیشد که اون دستیاری وجود داره که دوست نداره بیاد بیرون بیاد جلوی دوربین ها، تأثیری نمیذاشت. چرا تأکید داشتی روی اینها؟ این هنوز یه سواله برای من. البته هر کسی خب انتخاب خودشو داره. همسر افشین آدمیه که زیاد اهل نمایش و پرزنتیشن و اینا نیست، خیلی آدم دوست خوبی الان برای ما، ولی تصویر رو زیاد دوست نداره. یا اینکه دستیارش چرا نیومد جلوی دوربین، انتخاب شخصی خودش بود. یه سوال برای ما که شاید یه جوری دوست دارن اینا داستانشون هر چیزشون آتافوکس باشه، برای همین یادآواضح باشه. برای همین ما تاکید کردیم که بله، یه عده هستن که نمیخوان هیچ وقت داستانشون گفته بشه، همونطور که افشین سالها داستانشو نگفت به دلایل خودش. فیلم براتون چه حاصلی داشته؟ این که فیلم چه حاصلی داشته، این فیلم نمیتونم بگم به اون حد، ولی یک جوری مثل اون تابلویی که افشین از اون صورت اون پسر عراقی سوخته، صورت سوخته پسر عراقی کشید و زندگی هنریش یه جوری نقطه عطفی شد، عوض شد. این فیلم یه جورایی نه به اون حد، ولی یک جورایی مثل اون بود برای من. یعنی این که خیلی تغییر داد. اولا که اولین فیلم تقریبا میشه گفت بلند مستند من بود. سالها من فیلم مستند نساخته بودم بعد از مهاجرت. این اولین فیلمی بود که من ساختم و منو دوباره به سمت دنیای مستند برد. من تصمیم گرفتم برم به مدرسه فیلمسازی. حالا اینا بخشای تکنیکی شد. یه دوستی خوبی بین من و افشین و فیلمبردار فیلم ایجاد شد که هنوز هم ادامه داره. خیلی به هم کمک‌های زیادی کردیم. زمینه که خب فیلمم حدود 16 تا جشنواره مختلف رفت، 4 تا جایزه گرفت و همه اینا دستاوردهای عالی بود. به علاوه این که من پروپوزال فیلمو، یعنی اون متن، چون فیلم ساخته شده بود ولی اون سناریوی فیلمو دادم به مدرسه ملی فیلم انگلستان NFTS و یه پروسه از قبولی رو طی کردم، چون اونا یه پروپوزال می‌خواستن، وقتی دیدن گفتن این فوق‌العاده است. اون باعث شد که من یه پله جلو برم توی قبولی در اون مدرسه و بتونم فوق لیسانس بگیرم. و برای شما چه حاصلی داشته فیلم؟ برای منم فکر میکنم مهمترین حاصلش همون دوستی و رفاقتی بود که بین من و شهریار و فیلمبردار فیلم، حالا نمیخوام اسمشو بیاریم، به وجود اومد و که همونطور که شهریار گفت تا حالا هم باقی مونده، مرتب به هر با هم در ارتباط هستیم و میبینیم هم دیگه رو. از جهات دیگه واقعا نمیدونم. این فیلم باعث شد که بیشتر شناخته بشی؟ همون رو نمیدونم. همین که میدونم خب این فیلم تو نقاط مختلف دنیا به نمایش گذاشته شده، تو 20 خورده شهرهای آمریکای شمالی به نمایش گذاشته شده تو سینماها و خب یه عده آدمایی که من هرگز اسمشون رو نشینم، هیچ وقت نمیشناسمشون، با این داستان آشنا شدن، خب این خیلی برام جذابه. ولی اینکه حاصلش عملاً چی بوده یا چه خواهد بود نمیتونم واقعا راجبش چیزی بگم، مثلا نظر بکنم، نمیدونم. آقای اسماعیل پور، شیوه و روشی که فیلمساز تو این فیلم به کار گرفته برای ساخت پورتراش چگونه بوده؟ ما در حقیقت عملاً اگر که بخوایم ابستری فیلم رو بکشیم بالا، یعنی بیایم چکیده ماجرا رو در نظر بگیریم، فیلم یه مبتنی بر یک گفتگو، بر یک مصاحبه، ولی فیلم اصلا مصاحبه نیست و اصلا هم خسته کننده نشده، هیچ هست حتی حس نمی کنیم که مصاحبه‌ای در فیلم وجود داره. چطور این اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم که اتفاقی که افتاده، این جذابیت به قول شما، این که خسته نمی کنه فیلم، دلایل مختلف داره. دلیل اول به نظر من همچنان جذابیت خود شخصیته که این خیلی کار جلو میبره. دلیل دوم اینه که درسته که ساختار اصلی روایت بارش بر دوش صحبتایی که افشین به شکل نسبتاً میشه گفت مصاحبه‌ای در اختیار ما میذاره، اما در نقاط عطف، مثلا مثل اون سانحه، فیلمساز با هوشمندی مستقیما سراغ افشین نمیره، میره سراغ کسایی که در اونجا حضور داشتن، دوستان افشین، و این روایت رو غیر مستقیم میکنه و این روایت ضعیف‌تر میشه. من فکر میکنم این خیلی مهمه، باعث جذابیت کار شده. تمهیدات دیگری هم هست، مثلا وقتی که اون سانحه داره روایت میشه که یه نقطه خیلی عطف و مهمه توی فیلم و به نظر من خیلی هم خوب اجرا شده، ما از افشین خیلی نمیشنویم درباره اون سانحه و درباره اون اتفاق، بلکه از اون چیزی رو که انتظار داریم و نقاش میبینیم، خطوط قویی که افشین طرح میزن و از اون اتفاقی که افتاده، و به نظر من این خیلی جذابه و انتخاب درستی بوده. یعنی محدودیتی بوده که در فیلم بر فیلمساز تحمیل شده، کاراکتر خودش نمیخواد صحبت کنه، ولی محدودیت خیلی خوب اومده و کمک کرده به فیلم و
ادامه قصه. ببینید فقط برای که اینو اضافه کنم، نهایتا ما اون چیزی که میبینیم و قضاوت میکنیم، حالا اگر کلمه قضاوت چیز درستی باشه، حداقل درک میکنیم اینکه فیلمساز چه معذوریتی داشته برای ما مهمه، ولی روی فیلمی که ما میبینیم نباید تأثیر بذاره روی درک ما. میخوام بهتون بگم که یک بافت پلاستیک و تجسمی هم تو فیلم ایجاد شده. این خیلی جالبه، احتمالا اتفاقی، چون بعضی از دوستان افشین دوست نداشتن چهرهشون دیده بشه، یا همسر ایشون یا دستارش دوست نداشتن جلوی درون حضور داشته باشن. از این مسئله مهم بگذاریم که اصولا این مهم نیست که چرا دیگران نمیخوان جلوی دوربین باشن، سوال این که چرا میخوان جلوی دوربین باشن. به نظر من باید به این پرداخت یک وقت دیگری. اما نبودن این صورت‌ها، در از صورت‌ها ما فقط چهره رو نمی‌بینیم، در یک پورتری یک نقاش که صورتگری و نقاشی، حالا اگر فیگوراتیو بخوام نگاه کنیم کار ایشون دیگه توی مرحله دیگه است، ولی خودش یک تضادی رو درست میکنه که این ربط ها و این تضادی که توی این اثر هست بافتی به خود هم روایت میده و هم نهایتا یک بافت تجسمی به اون تصویر میده که توی مستند درباره یک نقاش میبینیم. از این نکات ظریفی که جذاب میکنه فیلمو. و در این حال همین ناواضح بودن یا این صورت های مشبک شده رو توی آثار خود نقاش هم میبینیم، توی اون نقاشی از اون سرباز که صورتش پوشونده شده مشبک شده، یا اون کودکی عراقی که صورتش حالا به شکل دیگه ای اومده و اتفاقا نقطه عطف آثار شما هم هست در مطرح شدن اینا. به تعبیری در واقع این ناواضحی توی این کارها هم وجود داشته. افشین، این ناواضحی تو کار خودت از کجا میاد؟ خب من کارم خیلی متفاوت هست الان، کاری که الان دارم میکنم با کاری که اون موقع میکردم. الان دیدی که نسبت به کاری که میکنم دارم اینه که من روی فرم دارم کار میکنم. من خیلی مثلا یک فیگوری رو دارم نقاشی میکنم، یک چهره رو دارم نقاشی میکنم، به عنوان یک چهره یا یه فیگور بهش نگاه نمیکنم، به عنوان یک فرم، خط، سطح، بافت، با اون دیدگاه سراغ کار میرم. که وقتی اون تصویر رو، اون پیش تصویر رو تو ذهنت نداشته باشه که تو داری یه آدم رو، یه فیگور رو میکشی، خیلی تأثیر میذاره روی اون تمرکزی که روی فرم میشه. من خیلی بخشای تابلوی خیلی بزرگ رو و بخاطر اینکه نمیرسم به اون بالا، مجبورم تابلو رو بذارم برعکس بذارم و برعکس روی تابلو کار بکنم و بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشم. وقتی شما اون فرم های پیش تصویرها رو نداشته باشی راجع به فرم، مشکلی ایجاد نمیکنه. من فکر کنم این اتفاقی که توی فیلم افتاده شاید یا تو کاری بوده که شهریار دانستان انجام داده، یا اینکه نمیدونم، شاید اتفاقی بوده. من اون موقع فوکسم روی کارهایی که داشتم میکردم، که توی فیلم برداری فکر میکردم یکی دو جا فیلم بردار قشنگ با یکی دو تا صحنه قشنگ تسخیر کرده اون عمق کاری رو که اون موقع من داشتم توی کارهای نقاشی انجام میدادم. اونجا که مثلا دوربین حرکت میکنه از روی یک زن محجبه و میاد جلو، من دارم عکس میگیرم از یک زن نیمه برهنه توی ویترین مغازه. اون یه پروژه بود که من به اسم بعداً به عنوان پروژه ابجکتیفیکیشن تو دو تا نمایشگاه تو لندن انجام دادم و تمرکز روی چیز دیگه بود. برای همین من رو صورت‌ها و چهره‌ها تمرکز نمی‌کردم. حالا این اتفاقی در کنار فیلمم اتفاق افتاده. خب و این محصول رو به دست داده. آقای سیامی، حالا به عنوان یه فیلمساز وقتی که داریم صحبت میکنیم راجع به ماجرا، فیلم به همونجور که صحبت کردیم اپیزودهای مختلفیه از این آدم و یک چانک از یک حادثه، چرا مثلا فکر نکردی که بیای کل روایت حادثه رو خورد کنی در طول فیلم و به صورت یک شکل موازی، تدوین موازی قصه رو بگی و ما سرانجام حادثه بفهمیم که این حادثه در واقع ماجراش چی بوده و افشین و اتفاقات و همه ماجراهاش توی این قرار بگیره، توی بستر خورد شدن اون قصه؟ جالبه که اولین مثلا تدوینی که ما از این کار انجام دادیم همین بود. یعنی این ماجرا خورد شده بود تا انتها و انتها شما داستان رو میفهمید چیه. و بعد ما با هم اینو دیدیم و هممون به این نتیجه رسیدیم، چه افشین چه من چه فیلم بردار، که اینجوری تمرکز روی اون حادثه بیشتره، چیزی که من نمیخواستم بیشتر باشه و هر چقدر کمتر باشه بهتره و تمرکزم رو اون لایه‌های بعدی داستان باشه. اینه که تصمیم گرفتیم اینو فقط بیایم یه چانک کوچیک در اون قسمت وسط کنیم. حتی اگه دقت کنیم اولین حادثه‌ای که افشین براش میگه و بیننده‌ام یه مقدار غافلگیر میشه، اونیه که تو ذهنش مونده، جنگ.
در اهواز، در خوزستان از جنگ میگه، چیزی که هنوز تو ذهنش هست، هنوز داره انگار رد پاش هست، ولی این حادثه رو از ذهنش انگار مثل این میمونه که پاک کرده. و حالا اگه نگاه کنیم بعد این همه سال و بعد اینکه رفتی دانشگاه و درس خوندی و اینها، اگه قرار باشه دوباره فیلمو بسازی چطوری میسازیش؟ همونجوری که افشین میگفت، منم خیلی دیدام فرق کرده، طبیعتاً به این فیلم طور دیگه نگاه میکنم، سعی میکنم بیشتر سبک مشاهده‌ای باشه، سبک صحنه و واقعیت‌های لحظه‌ای و اتفاقاتی که در زندگی افشین به طور طبیعی میفته باشه. شروع فیلمو طبیعتاً طور دیگری میبردم، بیشتر تاکید میکردم رو اون تابلوی صورت اون پسر سوخته عراقی که یه نقطه عطف بود برای افشین، و اونم جالب، مفاهیم جالبی میده. ببینید افشین تو اون لحظه که اینو به من نشون میگه، من دیدم چقدر این زیباست، چقدر، یعنی یه لحظه آدم فکر میکنه چقدر بیرحمانه، ولی ببینید افشین داره به این حادثه‌ای که برای اون پسر افتاده، قربانی حادثه بوده، عین این میمونه که داره به اون حادثه خودش نگاه میکنه، یعنی جنبه‌های بهتر هر حادثه بدی رو میبینه، چیزی رو میبینه که ما نمیبینیم، یه نگاه هنرمندانه. و این برای من شروع فیلم میتونست باشه، یعنی اون تابلوری که یک وکیل پولدار انگلیسی گرفته در خونه‌اش زده، تابلوی صورت سوخته پسر بچه‌ای که یک هنرمند ایرانی کشیده و حالا مثلا این داستان عجیبو داره تو خونه‌اش زده، این خیلی میتونست برای من جالب، به قول انگلیسی اگزاتیک باشه، خیلی برام جذاب‌تر و برای بیننده خیلی جذاب‌تر. شاید اینجوری شروع می‌کردم. و برای من جذابیت اون تصویر تضادی بود که بین زیبایی های اون رنگ های توی صورت اون پسر بچه عراقی وجود داشت و اون اتفاقی که براش افتاده بود، اون تضاد بین اون فاجعه و اون زیبایی های ظاهری بود که باعث شد که من برام این سوژه جالب باشه که بخوام روش کار بکنم. فقط مسئله اون زیبایی، آره، این نگاهی که یک هنرمند میتونه داشته باشه. ببینید یک فرد عادی شاید فقط اون ظاهر رو میبینه، ولی این تضاد رو یه هنرمند کشف میکنه، بعد یه اثر هنری خلق میشه. و اتفاقا افشین به عنوان یک هنرمند هم خیلی مرزهای جغرافیایی براش مهم نیستن و نقاشیش هم نشون میده که به نظر نمیاد اصلا دوست داره یا که به عنوان نقاشی از یک بستر جغرافیایی خاص که ایران هست شناخته شده باشه، به عنوان یک هنرمند شناخته میشه، به عنوان یک نقاش بدون مرزهای جغرافیایی و بدون محدودیت ها. خودت هم همین رو توی ذهنت داری، درست افشین؟ امیدوارم. من برای هنر نمیتونم مرز تعیین بکنم. شما ملیت به نظر من نمیتونید به هنر بدید. شما هنر میتونه، هنرمند میتونه، خب مسلما یه سری بک‌گراند هایی داره فرهنگی که تو وجود شخصیتش و کارش تاثیر میذاره، ولی اینکه بخوایم ملیت و یک مرزی رو برای هنرمند تعیین بکنیم به نظر من کار جالبی نیست، حد در بهترین شرایطش که بخوام بگم. آقای اسماعیل پور، نکته‌ای مونده که غافل شده باشیم ازش؟ نه، فکر می‌کنم نهایتاً چیزی که باید گفت اینه که در این فیلم عملاً روی میز تدوین ساخته شده و اتفاقاً چیزای مثبتی هم داره. مثلا وقتی که افشین داره تعریف میکنه جنگ و وسط آژیر میاد و به طور خیلی طبیعی گروه فیلم برداری باز میسته از فیلم برداری و بعد استفاده میکنه از اون صدای آژیر برای اینکه برگرده به روزهای جنگ و آژیر خطر، یا قبل از پایان فیلم در نیمه پایانی فیلم صحنه هست که افشین قراره بره و با عکس‌های کودکیش تعریف کنه که در کودکی در خانه پدریش، در خانه پدر بزرگش و با والدینش چگونه زندگی می‌کرده. دقیقا پلان قبل از ورود به اون عکس‌ها و تعریف افشین، دوربین اینجا گذاشته شده و افشین سرعت تصاویر کم شده، یعنی گویا یه سری فریم برداشته شده از توی فریم ها و تحرک تصویر متحرک و سینما اینجا کم شده برای اینکه نزدیک بشه، ما رو آماده کنه برای رسیدن به فریم نقاشی و فریم عکس. من از این بازیاییه که توی فیلم قابل تحسینه. خب بسیار ممنونم از حضور شما در این برنامه، افشین ناقونی، هنرمند عزیز، شهریار سیامی و فرید اسماعیل پور. مجالی برای ادامه صحبت نیست، از طریق همین راههایی که اینجا داره زیرنویس میشه شما برامون بنویسید که فیلم رو چطور دیدید و چقدر زندگی و آثار افشین ناقونی برای شما تاثیرگذار بوده. جزئیات بیشتر در مورد فیلمساز و فیلم و مهمون برنامه رو هم در وبسایت بی بی سی فارسی صفحه آپارات پیگیری کنید. تا هفته آینده و یه برنامه دیگه، به اتفاق میهمانان برنامه، بدرود و پاینده باشید. آقا خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه.